أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اصطبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. بحث در تشریح سیره عملی اولوالالباب بود، چون سیره علمی اولوالالباب را در سوره آل عمران بیان فرمود، اما سیره عملی اولوالالباب را در این سوره بیان می فرماید. گرچه در موارد دیگر به هر دو قسمش به اجمال اشاره می شود، اما به طور جمع و تفصیل در این دو سوره بیان شده. یکی از روش های عملی اولوالالباب صبر است، که والذین صبروا. این صبر همون طوری که ملاحظه فرمودید، گرچه به عنوان یک وصف ممتاز اهل ایمان ذکر می شود و برای او پاداشی در قرآن تعیین شده و صابر به عنوان محبوب معرفی شده و صابرین به عنوان ظفرمند یاد شدن و مانند آن، اما چند مطلب در مسئله صبر مهم بود. یکی تحلیل بافت درونی صبر است، که صبر باید از کجا نشأت بگیرد و برای چی باشد. این را در سوره نحل و سوره مدثر بیان فرمود که فصبر و ما صبرو که الا بالله، و در سوره مدثر فرمود و لربک فصبر. هم مبدع فاعلی صبر را بیان فرمود و هم مبدع قائی صبر. در موارد دیگر به عنوان استقصا سه قسم صبر استفاده می شود: صبر عند المصیبت و صبر عن المعصیه و صبر علی الطاعت. شاید این اقسام سگانه هم در تحلیل کمتر بشود. صبر بر رسیدن مکروه و صبر بر از دست دادن محبوب، شاید این سه قسم به این دو امر برگردد. و قرآن کریم صبر را عامل پیروزی می داند در همه این مواردی که انسان با مکروه روبروست، و برای صبر یک برجستگی قائل است که درجه عالیه اهل بهشت که دارای فضائل فراوانیان محصول صبر اونهاست. می فرماید ما این درجه عالیه را به اهل بهشت می دهیم چون صبر کردن. با اینکه بسیاری از فضائل را از اینها نقل میکند، نمازشون، روزهشون، سایر عباداتشون را ذکر میکند، در پایان میفرماید ما این مقام را که به اونها دادیم چون صبر کردم. یک بحثش در سوره فرقان بود که عباد الرحمن را معرفی کرد خدای سبحان، فرمود عباد الرحمن برنامه روزشون چیست، برنامه شبشون چیست، رفتارشون با خدا چیست، رفتارشون با خلق خدا چیست. بعد فرمود همتشون اونچنان بلند است که میخواهند پیشوای متقین باشند، میخواهند حدی از کمال نصیب اونها بشود که عده زیادی از اهل تقوا به اینا اقتدا کنن. وجعلنا للمتقین اماما، هرگز به درجات پایین اکتفا نمی کنن، می خواهن به درجه بالا برسن، می خواهن عده هم به همراه اونها بهشت بیاین. اما اون عده که به همراه اینها بهشت می آین خوبان از بشر باشن. وجعلنا للمتقین اماما، این در این حال که با تواضع مؤمن سازگار است،
نشانه همت بلندی مؤمن است که قرآن کریم مؤمن را به اون همت بلند تشویق میکند. میگوید به جایی برس که به همراه تو عده زیادی اهل تقوا به تو اقتدا کنند و بهشت بیایند. اونگاه بعد از همه مقامات میفرماید اولئک یجزون الغرفه، به اینها در قیامت غرفه داده میشود. غرفه اون درجه عالیه از بهشت است، چون طبقه همکف بنا را غرفه نمیگویند. به اینها غرفه داده میشود. چرا؟ به ما صبرو، از اول که فرمود و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا تا اینجا که میگوین وجعلنا للمتقین اماما، همه این فضائل را که ذکر میکند و پاداششون را بیان میکند، میفرماید این به خاطر صبر اونهاست. در سوره هل اتی اونجا وقتی فضائل فراوانی را از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نقل میکند، اونگاه میفرماید جزای بلندی نصیب اینها شده و این جزا در اثر صبر اونهاست. در سوره هل اتی میفرماید ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. کافور چیست؟ ایدن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و منطق اونها هم در اطعام این است که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا غمطریرا. اونگاه فرمود فوقاهم الله شر ذلک الیوم، خدای سبحان ابرار را از شر قیامت حفظ کرد. و لقاهم نظره و سرورا و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا. با اینکه فضائل فراوانی از ابرار نقل فرمود، اینها اهل اطعامن، اینها از خوف خدا می هراسن، اینها با خدا زمزمه ها دارن، اما وقتی روزه میگیرند و گرسنه میمانند و با آب خالص افطار میکنند و یتیم و مسکین اسیر مدینه را تأمین میکنند، اما سخن از این نیست که جزاهم به ما اطعمو، سخن از آن است که جزاهم به ما صبرو. این کسی که وام بگیرد، روزدار باشد، روزه نظری، وامش را به صورت آرد در بیارد و خمیر بکند و نان درست بکند، اون وقت بدد به یک کافر برای رضای خدا، چون در مدینه هر که بود مسلمان که نبود اسیر، چون مسلمان تو مدینه اسیر نبود. این همین کفار بودن که در جنگهای اسلامی به اسارت گرفته شدن و در مدینه بودن. این اسیری که در مدینه بود که مسلمان نبود، اون وقت یه انسان نمونهی وام بگیرد و این رو به صورت نان در بیاورد و روزه نظری بگیرد و موقع افطار سهمیه افطار خود و بچه ها را به یک کافر بدهد، اون همت والای انسانی بگوید انما نطعمکم لوجه الله و جزای اینها را که قرآن میخواد تبیین کند، میفرماید چون صبر کردند خدا به اینها جنت و حریر داد. یه بیانی را مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه دارد که فئن قلت، چرا هست امیر سلام الله علیه سهمیه واجب و نفقه خود را به یک کافر داد یا به مسکین و یتیم داد؟ می فرماد بین که اونها که در محضر هست امیر تربیت شدن، روحیهشون هم مثل روحیه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست، اونها هم حاضرن گرسنه بمانن تا به دنبال هست امیر سلام الله علیه که امام المتقین از حرکت کنه. پس از این جهت محضوری نداره. منظور آن است که این کار بلند انسانی و الهی را اهل بیت علیهم السلام کردن، ولی خدا می فرماید و جزاهم
به ما صبرو، نه به ما اطعمو، به ما صبرو جنتن و حریر. در همین سوره محل بحث یعنی سوره رد ملاحظه می‌فرمایید این 8 صفت را که بعضی از مفسرین گفتن نشانه درهای 8 گانه بهشت است، وقتی ذکر میکند خدای سبحان جزای اینها را که در قیامت به اینها میدهن، میفرمان به خاطر صبری که کردید ما به شما این مقام ها را دادیم. در همین سوره را که اوصاف عملی اولوالالباب را تبیین میکند میفرماد والذین صبر و ابتغاء وجه ربهم و اقام الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا و یدرعون بالحسنه السیئه. اگر کسی این 8 صفت را داشت اولئک لهم عقبى الدار، پایان این دار مال اونهاست، یعنی این دار دنیا تمام می شود، عاقبتش قیامت است که قیامت به نفع اینهاست. خب در اونجا چی به اینها میدهن؟ جنات و عدن که یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، که اینها باید بحث به شهری کدام میشه. و الملائکتو یدخلون علیهم من کل بابن، این اولوالالباب که این 8 صفت را داشتن وارد بهشت عدن شدن، از هر دری فرشته ها وارد می شوند، وقتی هم که وارد شدن به اینها سلام می کنن و یه جمله هم می گن و الملائکتو یدخلون علیهم من کل بابن، از هر دری فرشته ها وارد می شوند، چه می گن؟ می گن سلامون علیکم، چرا؟ به ما صبرتون، سلامون علیکم به ما صبرتون فنعم عقبى الدار، چون صبر کردید سلم الهی نصیب شما شد، به دار و سلام رسیدید، به دار رسیدید، نه از درون نه از بیرون آسیبی به شما نمی رسد. سلامون علیکم به ما صبرتون فنعم عقبى الدار. در جوامع روایی ما خیلی فحص نکردم، ولی کشاف و 2 تفسیر دیگر از تفسیرهای عامه، اونها این حدیث رو از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که حضرت هر سال رأس کل هولین می آمد در کنار قبور شهدا، می فرمود السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، السلام علیکم با الف لام، در آیه بدون الف لام است، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. خب پس اگر در سوره فرقان اون همه فضائل را برای عباد الرحمن می شمارد، در پایانش می گوید یجزون الغرفته بما صبرو، اگر در سوره هل اتی اون همه مقامات بلند را برای ابرار می شمارد، می فرماید و جزاهم بما صبرو جنتا و حریرا. و اگر در سوره محل بحث یعنی سوره رد 8 فضیلت برجسته اولوالالباب را می شمارد، می فرماید در بهشت از هر دری فرشتگان وارد می شوند، می گویند سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. پس صبر به عنوان یک فضیلت عملی مثل صوم و صلات نیست، صبر یک کاری در برابر کارهای دیگر مثل حج و جهاد نیست، باید یک کار کلیدی باشد که هم در مقام پاداش به او اینقدر بها داده می شود و هم در مقام معرفی روایات می فرماید از صبرو من الایمانه به منزلت رأس من الجسد. اگر این سمت کلیدی را نمی داشت
سند این مقامات قرار نمی گرفت در این صور و در اون روایات هم به عنوان رأس ایمان معرفی نمی شون. در تحلیل معنای صبر اون چه که از روایات برمیاد این است که صبر به اون عامل پیروزی جهاد اکبر برمیگرده، کاری به جهاد اصغر نداره. چون انسان در جهاد اکبر با یه عامل قوی باید مسلح باشد تا پیروز بشود، اگر در جهاد اکبر پیروز شد یقینا در جهاد اصغر هم ظفرمند خواهد. صبر اون فضیلت کلیدی نفسانی است نه بدنی، که اون فضیلت کلیدی انسان را در جهاد اکبر پیروز میکنه، لازمش ظفرمندی جهاد اصغر هم هست. چون همه اون چه که در روایات آمده ریشش در قرآن کریم هست، منتها گسترشش به وسیله کسی است که مطهر باشد و اهل قرآن باشد. الا ما یفهم القرآن من خوطبه به قرآن، اون مشکل ترین مبارزه نفسانی را که مطرح می کند می فرماید پیروزی در این مبارزه نفسانی و درونی مال کسی است که به سلاح صبر مسلح باشد. در جهاد اکبر وقتی جریان جنگ درونی را تشریح می کند می فرماید کسی در این جبهه پیروز می شود که صابر باشد، اگر صابر نباشد پیروز نمی شود. یک مقدارش در همین سوره رعد است، یک مقدار دیگرش در سوره فصلت همین فصلت که سوره 41مه. در این سوره یعنی سوره رعد که محل بحث است، یکی از اوصاف سمانیه اولوالالباب این است که و یدرعون بالحسنت سیئته. اولوالالباب کسانی که بدی را بی تفاوت نمی گذارن، بدی را از بین می برن، اما با نیکی بدی را از بین می برن، نه با بدی بدی را از بین ببرن، با حسنه سیئه را از بین می برن. خواه سیئه ای که خود مرتکب شدن با حسنه خود از بین می برن، خواه سیئه ای که دیگران مرتکب شدن و او متعلق سیئه شد نه فاعل سیئه، با حسنه خود اون سیئه را از بین می برن. اگر خود کار بدی کردن سیئه ای را مرتکب شدن، با توبه و انابه که حسنه است اون سیئه را دفع می کنن. این هم در روایات هست که ات به سیئته بالحسنت تمحها، یعنی اگر سیئه ای کردی حسنه ای انجام بده که این حسنه اون سیئه را از بین ببرد. این یک مرحله است. یک مرحله این که نسبت به او بدرفتاری شده، نسبت به او ستم شده، نسبت به او اهانت شده، نسبت به او یک کسی بد گفت، فحش گفت، او اگر بخواهد این فحش رو برگردانه که خب خلاف شرع کرده، مثلا قذف را قذف کنه که خلاف شرع کرده، چون متقاذفان هر دو معصیت کردن، چی کار کنه در اینجا؟ اگر به او بد رفتاری شد، حیثیت او رو بردن با تهمت با اهانت، او چه کنه؟ او هم تهمت بزنه، او هم اهانت کنه. این هم مثل زدن است که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، مثل اونه یا این راه دیگری داره؟ چجوری سیئه را با حسنه دفع کنه؟ در این کریمه فرمود اولوالالباب کسانی هستند که سیئه را با حسنه دفع میکنه. اما در سوره فصلت آیه 34 و 35 همین فصلت میفرماید که ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، حسنه با سیئه مساوی هم نیست. مثل این که فرماد لا یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات والنور، حسنه و سیئه مساوی هم نیست.
این یک مطلب. اونگاه فرمود ادفع بالتی هی احسن، اگر به انسان امر شد که به روش نیک سیئه را دفع کن، ادفع بالتی هی احسن، در جای دیگر دارد ادفع بالتی هی احسن از سیئته، اینجا از سیئه ندارد، ادفع بالتی هی احسن یعنی به روشی که احسن است سیئه را رد کن. اگر سیئه را به روش احسن رد کردی، سیئه را با حسن دفع کردی، فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم، اون کسی که نسبت به شما سیئه‌ای مرتکب شد و اسهای ادبی کرد و نسبت به شما بد کرد، اگر شما با گذشت و بزرگواری با او برخورد کنی، اون که دشمن شما بود ولی حمیم شما می شود. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، اون که بین شما و بین او عداوت بود و نسبت به شما سیئه ای را مرتکب شد، اگر با بزرگواری حل کردی، این دشمن شما برمی گردد دوست حمیم شما می شود، دوست گرم. اون دوست گرم را می گویند حمیم، اون دوست صمیمی را میگویند حمیم، اون دوستی که در دوستیش خللی نیست میگویند دوست صمیمی. صمیم یعنی پر. اون سنگی که خالی نیست، خللی در کارش نیست، میگویند صخره صما، یعنی پر دیگه. اون گوشی که بسته است میگویند اصم. خلاصه چیز بسته محکم توپر را میگوین صمیم. این دوست، دوست صمیم و دوست حمیم شما میشود. این نتیجه دنیایی او. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم. اما این کار کار هر کسی نیست و ما یلقاها این سیر را الا الذین صبروا، اونها که صابرن میتوانند با حسن سیئه را برطرف کنند. و الا دیگران یا در حدی ان که میگوین اگر یکی گفتی دوتا میشنوی، یا اگر خیلی عادل باشند مصداق من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، در همین حدن. وقتی هم که انتقام گرفتن راحتن، اگرم نتوانستن انتقام بگیرن که همواره گرفتار خودخوری هم. این مقام، مقام صابر است که بتواند در جنگ درون پیروز بشود و این ذو حظ عظیم است. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. کم فرق بین حرف کوته نظرانی که وقتی قارون را می دیدن می گفتن انه لذو حظ عظیم، با سخن خدای سبحان که می فرماد صابرین ذو حظ عظیم هم. اگر خدای سبحان چیزی را حظ انسان بداند و از او به عظمت یاد کند، معلوم شد فضیلت برجسته ای. انه لذو حظ عظیم. پس اگر در سوره رعد دارد که اولو الالباب یدرعون بالحسنت سیئه، و اگر در دیگر سور دارد که ادفع بالتی هی احسن، ادفع بالتی هی احسن از سیئه دارد، در سوره فصلت اون راز پیروزی انسان در این جبهه درونی را بیان میکنه که اون رازش صبر است. در سوره شورا در حدود 10 صفت از اوصاف برجسته مؤمنین را
که شایسته شرکتی در شورا هستند ذکر میکند، میفرماید به این که مؤمن کسیست، یعنی یکی از اوصافشون این است که ولمن انتصر بعد ظلمهی فاولئک ما علیهم من سبیل والذین اذا اصحابهم البغی هم ینتصرون. یکی از اوصاف دهگانه شرکتی در شورا را، یعنی اهل شورا را که ذکر میکند، مؤمنین را که ذکر میکند، در خلال اون اوصافشون را که به عنوان و امرهم شورا بینهم، یکی از اونها شوراست، یکی هم این گونه از اموره. میفرماید به این که اینا کسانی که ستم پذیر نیستن، اگر ستمی به اینها بشود اینا فورا انتقام میگیرن. این صفت خوبی هم هست، ظلم را تحمل نمیکنن. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. الانتصار هو الانتقام. خب اونگاه بعدش میفرماد به این که به جزاء سیئه سیئه مثلها. در سوره شورا آیه 37 به بعد، چون جزاء سیئه سیئه مثلها. اگر در سوره شورا فرمود جزاء سیئتین سیئتون مثلها، معلوم شه مقام متوسط است، این عدالت است، او احسان. در سوره نحل که فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، عدل یک کلاس متوسطی است، یعنی کلاس ابتدایی است در حقیقت. اگر کسی عادل نبود یعنی به مکتب نیامد، چون عادل نبود یعنی بعضی از معاصی را مرتکب شد دیگه. عادل و عدالت اون مرحله اول است. از مرحله اول به مرحله دوم که انسان می رود به احسان می رسد، که احسان بالاتر از عدالت است. لذا در همین سوره شورا می فرماید اگر کسی نسبت به مؤمنین ستم کرد، اینها انتقام می گیرند، چون جزاء سیئتین سیئت مثل. اما فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمين. بالاتر از انتقام گیری عفو است، البته در حوزه اسلامی به داخل مسلمین که انما المؤمنون اخوه. اما باز فرمود ولمن انتصر بعد ظلمه، اگر کسی مظلوم شد و انتقام گرفت، فاولئک ما علیهم من سبیل، حرجی بر اینا نیست چون بر اساس عدل رفتار کرده است. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، حرج بر ستمگر است نه بر انتقام گیرنده. الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم. ولی باز و لمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، اگر انتقام بگیرد عدالت است، عیب ندارد. ولی اگر صبر کرد و بخشید، این از اون کارهایی است که عزم الامور است، یعنی از اموری است که یجب ان یعزم علیها. معلوم می شود صبر به معنای عفو و احسان یک صبر جدایی نیست، این همون صبر علی الطاعت است. منتها خدای سبحان گاهی ما را به یک واجب امر می کند، گاهی به یک مستحب امر می کند. عفو و احسان و گذشت طاعت الهی است، چیز خاری از طاعت که نه. اگر صبر به معنای مغفرت گذشت عفو احسان است، این قسم علاهدی از صبر نیست، این در حقیقت صبر علی طاعت است. یک وقت صبر علی طاعت لزومیه است، صبر بر واجبات. یک وقت صبر علی طاعت استحبابیه است، اون صبر بر احسان و عفو و امثال ذالک است. پس یک قسم علاهدی نخواهد بود، میشه صبر علی الطاعت. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. البته اگر او توبه کرد و انسان که حق الناس در اختیار اوست بخشید،
هم اثر دنیویش حل می شود هم اثر اخرویش. اگر توبه نکرد اثر دنیویش با این احسان و گذشت این شخص که طرف عصاست است حل می شود. ولی قرآن وعده داد، فرمود این چنین است، اگر شما بزرگواری کردید او اصلاح خواهد شد. بالاخره انسان است او دیگه. درسته، از این آیه شما اونیت و اصلاح استفاده کنید، این به حتی خودش اگه باشه آثار اخرویش بهتره میشه. و اگر نسبت به دیگری باشه اینجا دیگه حتما باید اصلاح بهتره میشه. البته اگر توبه نکرد آثار اخرویش محفوظ دیگه. ولی وعده قرآن کریم این است که شما اگر با بزرگواری سیئه دیگران را حل کردید، اون که دشمن شما بود چون انسان است و از عاطفه انسانی بهرم نیست، دوست صمیمی شما می شود. فاذا الذی بینک و بینه عداوته کانه ولی حمیم. چرا؟ در ذیل یکی از آیات صبر مرحوم فیض رضوان الله علیه در تفسیر شریف صافی از امام سجاد سلام الله علیه این روایت نقل میکند، از اون رساله حقوق، که همه نسبت به انسان حق دارن، حتی کسی که نسبت به انسان بد کردم نسبت به انسان حق دارن. فبود اما حق و من اساء الیک، حق کسی که نسبت به تو بد کرد چیه؟ حق کسی که نسبت به تو بد کرد ان تعفو و عنه، برای اینکه دستور اینه که سل من قطعک ان تعفو و من ظلمک. البته در داخلی اسلامی که انما المؤمنون اخوه، نه نسبت بیگانگان. فرمود حق کسی که نسبت به شما ظلم کرد اینه که عفو کنی، چون دستور است تو اطاعت. اونگاه در کنار او یا به دنبالی او این روایت هست، مگر جایی که عفو باعث تجری او بشود، اینجا حق از او ساقط شد، یعنی او حق خود را اسقاط کرده است. یک انسان متجری که اگر شما عفو کردید او بدتر می شود، حق خود را از شما ساقط کرده است، دیگر شایسته نیست شما نسبت به او عفو کنید. این یا در همون حدیث است یا در کنار او مرحوم فیض رضوان الله در صافی نامه. اگر صبر این خصیصه را دارد که انسان را در جهاد اکبر پیروز می کند، معلوم می شود یک صفت نفسانی کلیدی است، یک عمل خارجی نیست. اگر یک صفت نفسانی کلیدی بود و انسان را در جهاد اکبر پیروز کرد، معلوم می شود که منشأ بسیاری از این فضائل همون صبر خواهد. اگر منشأ بسیاری از این فضائل و اعمال حسن اون صبر شد، در قیامت هم برای پاداش دادن هم پاداش ها را به اون مقام اصلی و پستای کلیدی میدن. بله، منتها این راه راهی است که از اثر پی میبرند، یعنی اگه کسی نماز خون بود معلومه صبرم دارد، روزه گیر بود معلومه صبرم دارد. اول چیزی که سوال میکنن از صلات سوال میکنن، اما صلات این نشانه اونه که صبر دارد. و اما اونجایی که جای مبارزه است، حالا ببینیم روایت چی میفرماد. روایت میفرماد در حال خطر صبر خودش کنار میکشه، به نماز و روزه و نیکی و امثال داره که کارهای عملی است. بینها میفرمان شما الان بجنگید، به مبارزه بروید، اگر پیروز شدید که شدید، اگر شکست خوردید من هستم. این معلوم میشود که در صحنه قبر وقتی فرشتگان آمدن مسائل قبر رو مطرح کردن، نماز یه طرف، روزی یه طرف، احسان و نیکی یه طرف، صبر به همین دستور میدن، میگه شما به مبارزه برخیزید، اگر یه وقت شکست خوردید من هستم.
این پشتیبان نماز است، پشتیبان روزه است، پشتیبان برونی چیز. به زیاد در قرآن زیاد به سب امر شده دیگه. دارم دیگه نه بله انجام داد. حالا مرازی فرمایید روایات چطور این رو به عنوان یک وصف کلیدی میدونه؟ این روایات در کافی مرحوم کلین رضوان الله هست و همه این روایات رو مرحوم فیض در وافی جمع کرده، چون چند روایت از ملایحضور مرحوم صدوق هم اینجا آمده، لذا ما بر اساس همین وافی میخونیم. باب و صبر. ان ابی عبدالله علیه السلام قال الصبر رأس الایمان. دوم باز از امام سجاد علیه السلام فرمود الصبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد ولا ایمان لمن لا صبر له. صبر به منزله سر ایمان است. باز از امام صادق سلام الله علیه فرمود الصبر من الایمان به منزله رأس من الجسد فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد. اگر انسان صبر نداشته باشد به انجام وظایف ایمانی هم توفیق پیدا نمی‌کند. فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد كذلک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان. باز از امام ششم سلام الله علیه مثل همین نقل شده. روایاتی که صبر را رأس می‌داند فراوان است، هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم هم از معصومی. اما حالا تحلیل صبر که چرا صبر به این مقام رسیده، صبر چی اصلا؟ از کافی نقل میکند ان ابن مسکان ان ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقولو ان الحر حر على جمیع احواله. یک انسان آزاده در همه حالاتش آزاد مرده که صبر را به حریت درونی تحلیل میکنه. صبر این آزادگی، هم گرفتار خصم بیرون نباشد هم اسیر نفس درون نباشد. اگر انسانی به این آزادگی رسید صابر است. صبر یعنی آزادی. ان الحر حر على جمیع احواله ان نوبته نائبه صبر لها. اگه یک نائبی آمد و نیش زد و قطع کرد، خلاصه این ناب یعنی بو یعنی قطع یقطع، منیب یعنی منقطع. این انسانی که بریده است از طبیعت به الله وصل شده رو میگن منیب. اگر از ناب ینوبو باشد یعنی مرتب پشت سر هم چند نوبت تناوبی با خدا ارتباط دارد، رجوعش الالله یک بار و دوبار نیست، این منیب است. یعنی مرتب نوبه گرفته که بره. منیبین یا از ناب ینوبوست که پشت سر هم با نوبت با خدا ارتباط است، یا ناب ینیبو یعنی قطع یقطع و این قطع ینقطع. او منیب یعنی منقطع عن غیر الله و حبلی کمال الانقطاع الیک وصف منیب است. اونی که ناب و انقطع عن غیر الله الی الله سبحانه و تعالی بر اساس مناجات شعبانیه که و حبلی کمال الانقطاع الیک، این میشه منیب. حالا اگر یک حادثه برنده روی داد یک انسان آزاد جزع نمی کنه. نه
تسلیم این و آن می شود نه ارادتش رو از مولا کم می کند. ان الحر حر على جميع احواله ان نابته نائبته صبر لها و ان تداکت علیه المصائب لم تکسره. اگر مصیبت ها بکوبه او را، دکت الارض و دکن دکا کوبیده شده، یعنی زمین کوبیده شده، اگر مصائب اونقدر سنگین باشه که کوبنده باشه بکوبه او رو، این از جا در نمیده. تداکت علیه المصائب لم تکسره و این اسره و قهره و ستوب دل بلیسره اسره. اگر کم اسیر بشود تحت قهر قرار بگیرد، این آسانی او به دشواری تبدیل بشود، باز زیر بار کسی نمیره. شما نمونه هاش در این جریان اخیر دیدید که رسانه های گروهی فرانسه خائن منتشر کردن، اون یه بچه در حال اسارت چی حرف میزد. این نه به خاطر اینکه کسی دست میده، کسی پا میده، چند لحظه تحمل میکنه. اگر کسی آزاد شد، اون حریت او اجازه نمیدهد که در برابر مصائب کوبنده تسلیم بشود. و این تداکت علیه المصائب و این اسره و قهره و استبدل بالیسر اسرا. کما کان یوسف و صدیق و الامین لم یزرر حریته ان استعبده و اسره و قهره. این اسارت و زندان و رنج و شکنجه به آزادی او آسیب نرسون. لم یزرر حریته ان استعبده، بنوان یک برده خرید و فروش شده دیگه، به ثمن بخش، به شرح و به ثمن بخش در راه معدوده. و قهره ولم یزرره ظلمت الجبه و وحشته. این گفتن به القوه فی غیابت الجب، ته چاه بیندازید. یک انسان آزاده ته چاه هم که بره آزاد است. پس از صبروه و الحریه، و حریت یه عملی نیست در ردیف نماز و روزه، منشأ نماز و روزه است. حالا حریتی را که دین معنا می کند، نه یعنی رهایی، اون که بندگی، اون بردگی. حریت یعنی آزاد شدن از غیر غیر خدا و در رهن عبودیت خدا بودن ولا غیر. حریت را، آزادی را اون آزاد مرد باید معرفی کند و اون علی کرام الله علیه است. حضرت در کلمات قصار شد آزاد را معنا میکند، میفرماید من ترک الشهوات کان حرا. آزاد یعنی نه به دنبال شهوت بره، اون که برده است. من ترک الشهوات کان حرا. حالا کدوم شهوت؟ ترک شهوات حیوانی که خوب مهم نیست. این که آدم رو تا آخر عمر رها نمی کند، مگر رها میکند کسی رو تا آخرین لحظه پیریش هست. اگر بر اساس اون که در سوره حدید آمده، اگر دوران کودکی را پشت سر گذاشت، از لهو و لعب فاصله گرفت، به جوانی رسید و نوجوانی و به زینت رسید و بعد در سن کهولت، در سن 50-60 سالگی به مقام و اینها افتخار بکند و تفاخر میشود، حالا اگر حرم شد، پیرمرد شد، از کار افتاده شد، نه لهو است، نه لغو است، نه زینت است، نه تفاخر، به تکاسل میپردازد. این طور نیست که این بند انسان را در سن پیری رها کنه. که فرمود اعلمو انما الحیات الدنیا پنج مرتبه دارد: لهبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. اون آخرین لحظه پیری هم به این فکر است که من چقدر نوه دارم، چقدر اعتبار دارم. کسی که در این گل و لای فرو رفت که برده است، او که آزاد نیست. من ترک الشهوات کان حرا. اونگاه در بیان دیگر که از همین بیانات حضرت در کلمات قصار هست، میفرماید تازه این بین راه است. برای اینکه ننگ شما از چیز خوبی طرف نظر کردید که
این طور نیست که انسانی که شهوت رو رها کرده، شهوت به معنای وسیعش رها کرده کار پر اهمیتی رو انجام داده که الا حرون یدعو هازه لمازه. آیا یه انسان آزاده پیدا می شود که این لمازه رو ول کنه؟ لمازه اون مونده های غذا که در لای دندان میمونه رو بهش میگن لمازه. فرمود الان شما وارث یه سلسله اموری هستید که قبل از شما در دست مردم بود. اگر همین زمین است، همین بناست، همین ساختمان است، همین در و دیوار است، همین مقام و میز است و همین باغ و راغ است و اشکال مختلف، قبل از شما یه عده داشتن، استفاداشون کردن، خوردن، بردن، یه مختصری لای دندانشون مونده، حالا به دست شما رسیده. این لمازه رو رها کنی؟ یه انسان آزاده میخواد که بگه برای من بده که خودم رو به این لمازه بفروشم. این که یه غذای سالم که نیست، این یه غذای دست خورده مونده لای دندان نسل قبل دیگه. لمازه به یه همچیز میگن. همون اگر شما بدونید این چیه، آزادیتون رو هدر نمیدید. الا حرم یدعو هازه لمازه. وقت حریت رأس همه فضائل دیگه. یه انسانی که در بند شیطان است، نه اهل نماز است نه اهل روزه. یه انسان آزاد هم اهل نماز است هم اهل روزه، هم در جنگ درون پیروزه هم در جنگ بیرون. برای اینکه در جنگ درون وقتی پیروز شد، در جنگ بیرون یقینا پیروز می شود. این میشه حریت. همود ان الحره حر على جميع احواله. پس صبر به معنای سکوت نیست، صبر به معنای انزلام نیست، صبر به معنای مسلح بودن اون حریت نفسانی است که انسان را در همه جبهه پیروز میکند. و این قهره و اسره و استعبده. فر روایات بعدش مطالعه می‌فرمایید ان شاء الله. الحمدلله.